و و <تص> و و <فیوع دیوه> here, سلام درود و صد درود سلام و صد سلام به همه عزیزان بیننده و شنونده چطورین سلام سلام خوبی پادسیم ده... خوشحالم که از اپیزود راضی بودی اخلاق تو بعد از اپیزود خوب تو دوست دارم چون قبلش یه حاله ای داری و سخته با دیل کردن ها الان دیگه فرق کرده الان چی فرق رو میشه دیگه فرق کرده الان دیگه ساشا میذاره الان ساشا میذاره الان همه چی رو لذت خیلی جویا شده ساشا لذت پیش نمیشه کی کی جویا شده چت کامنت اومده بود ساشا بابا ساشاره دیگه باید بشناسین نیه وقتی میذاره و نمیذاره شو شما بدونید اصلا اینکه نمیدونن یعنی اون روزی که اپیزود ما پخش میشه احتمالاً 100 درصد شورای نگهبان لیست کامل رو داده ما الان تازه شدیدیم که آقایان لاریجانی احمد نجاد و جهانگیری رد, شد. رد سرایت شدن فقط آقای رئیسی موندن؟ نه هفت نفر موندن رئیسی و جلیلی و ج... آقای رضایی که قطعا هست جهانگیری هم <applause> سرایت شد؟, شد؟ آره آره هنوز قطعی چیز نکرده ولی فارس به نقل از منابع آگاه از شورای نگهبان گفته که اینو رد سرایت شد الان ما توی روم بودیم دیشب من توی روم بودم گفتن که اگر آقای لاریجانی رد سرایت بشن با کسی مکاتبه نمی‌کنن که بخوان برگردونن اون رای رو یعنی دان دیل یعنی باش کنار اومدن ولی من میگم همیشه باید بزن که گفتگو شکل بگیره یعنی رای گفتگو رو نبندی ایمان این روزها ایمان عجیبیه یه جنبندی هم میکنه تو سی تو توی یه گروه های من رو پینگ میکنه میرم میبینم اون گوشه نیشسته داره میزنه یه رفت. یه حالا مشکلی که کلاب هاوس داره اگر که رفرش بکنی از بالا به پایین بکشی اوه. هم رفرش میکنه هم دست تو ریز میکنه اوه. آره و من سه جا دستم ریز کردم و منو به عنوان پابا یک پادکستر اصلا توی یه چیز یه روم سیاسی عجیب که مثلا خیلی ها دیگه داشتن دوامی کردن گفتن که بشویم و من quietly لیف دارم پابا از جامعه کشیک استریمی رو با پادکستر اون لحظه سران چند نفر روحانی داشتم با چند نفر مثلا تجزیه طلب و با چند نفر دیگه چه میدونم اینایی که مثلا برانداز شاهنشاهی و اینا داشتن صحبت میکردن بعد ی به من اجازه صحبت دادن و <applause> من رفت گروه؟ بر... با چیزی ندارم اون روز به اون روز آقای امینجاد ده... دکتر محمود امینجاد داشتن صحبت میکردن بعد یکی از اینا مثلا اجازه میدادن مردم بیان بالا یکی اومد بالا روژین اون تو بودی مورد دم از خنده واقعا خودش بود س... آره آره یکی اومد شده بوده. صدای چه میدونم شطور مرخ در آورد رفت وای خارجی, خارجی کاری که میکنه اینه که میگه هر کی که میخواد دستشو بیاره بالا باید تو بایوش یه اطلاعاتی داده باشی که ما وریفای بتونیم بکنیم مودریتور رو وریفای بکنه که مثلا یارو آدم حسابیه بلد. اونجا آره اینجوری کنترل مثلا حالا چه میدونم من اگه میرفتم این کارو میکردم یارو مثلا میگفتش که چه میدونم این لینکدین داره مثلا اسم و فامیلش هم داریم بعد من صدا شوت مرغ رو میوردم که میتونه جواب بده من می‌خواستم واقعا برم دو تا صدا شوت مرغ و حیوانات دیگه در بیارم ببین بش با من برو بش مرغ یعنی حالا بحث کلاب شد من جدیدا با یه چیزش خیلی حال میکنم حالا میگه هرتون آدم می میدونم چی آره من خب هیچ وقت نرفته بودم تو هیچ روم اینو به جز اون رومی که خودمون بودیم یه تک و توک حالا روی این رومای انتخاباتی رفته بودم ولی چیزی که دن زیاد میرم یه روم زده بودن محل مکالمه فلسطینیا و اسرائیلیا بود ام. این به نظر من متمدن ترین کاریه که بشریت فکر کنم تا الان انجام داده خیلی برای من جالب بود این روم هم اصلا مثلا 24 ساعت ران می شود. بعد یه سری مادریتور خیلی هرفهی داشتن اصلا من میموندم که اینا چقدر آدم های باستواد چقدر مسلط هم بحث رو میگردوندن بعد از دو طرف میمدن صحبت میکردن اسرائیلیا ها می میمدن صحبت میکردن حالا یا توی اسرائیل زندگی میکردن یا یهودیایی که خارج بودن از اون طرف فلسطینیایی که حالا مثلا تو کرانه باختری یا غزه فکر کنم سخت به اینترنت دسترسی دارن اونا بودن یا فلسطینیایی که خارج بودن بعد یه فضایی ایجاد میشد الان ما مثلا یه موردش اشاره میکنم باورتون نمیشه چقدر آدمای معمولی میتونن متمدن باشن برخلاف کاری که سیاسیون میکنن این بود که یه خانومی داشت تعریف میکرد اول که چرا انگلیسی ها خوبه مثلا تو لبنان و فلسطین چرا همه انگلیسی ها جور رو حتی این خانم حالا از 11 سالگی رفته بود آمریکا خودشون فلسطینی بودن تو وست بنک فکر کنم کرانه باختری به دنیا اومده بودن بعد داشت تعریف میکردش که یه زمانی مادرشون میخواستن وضع حمل کنن اینا میدونید اینا که خب دولت مستقل که ندارن مثلا کرانه باختری یا غزه دو تا تیکه از مثلا حالا خاک اون کشور اسرائیل حساب میشه که اینا باید از یه سری چک پوینت رد بشن که بخوان مثلا بیمارستان و اینا برن بعد این داشت تعریف میکردش که مادرش مثلا چون توی چک پوینت چک پوینت خب همه اسرائیلی هن دیگه خیلی اینا اذیت کردن و خیلی زمان زیادی گذشت این همونجا مادر مجبور ما شد وزه هم کنه و این ظاهران اتفاقی که زیاد میفته بعد این داشت حالا اینو تعریف کرد بعد گفت مثلا رفته آمریکا سری بعد میخواست برگرده و حالا یه کاری داشتی میگفت از فلان مرز نذاشتن اصلا من وارد شم و میگو بدترین رفتاری که با من تالو شده بود و توی اون مرزه کردن خیلی غیر انسانی بود دیگه یه جای به بعد این خیلی احساساتی شد و با گریه داشت حرف میزد آه. بعد جمله شد تمام کرد خب تو هم که گوش میدادی واقعا احساساتی شدی بعد از اون یه خانومی اومد که اسرائیلی بود یه مدت تو اسرائیل بود ولی الان اسرائیل زندگی نمیکرد بعد شروع کرد از این عذرخواهی کردن که میگفت من حالا هر چه قدم عذرخواهی کنم هیچ تأثیری نداره ولی تو که داشتی حرف میزنی من پا پای تو داشتم اشک میریختم بس ام اون لحظه تو خیلی حس عجیب غریب خوبی به دست میده که بابا حالا درسته که اینا دوتا تا حالا کشوری که دارن با هم میجنگن ولی آدماشون همه انسان و با داشتن از انسانیت حرف میزنن و خیلی از این بحث های سطح بالای دیگه هم شک میگه دوباره یکی دیگه اومد عذرخواهی کرد پای ایران رو وسط کشیدن یکی اشاره کرد به ایران و حالا حماس و این داستان ها میگفت اینا که دارن مشکل ایجاد میکنن یکی دیگه از لبنان اومد دختری از لبنان بود بعد یه چیز دوباره خیلی داستان ها. عجیب غریبی تعریف کرد که لبنان ظاهرا فلسطینی زیاد داره فلسطینی که آواره شدن داشت میگفت همکلاسی من مادر بزرگش هنوز کلید خونه که حالا اسرائیلیا قصب کرده بودن رو داشت و این مادر بزرگی میگفت ما یه روزی بالاخره اونجا برمی آو. و دوباره اینو گفت همه فضو دوباره احساسی شد دوباره مثلا استراجه اومدن خیلی اصخاهی و اینا خیلی بحث خیلی جالبی مطرح میشد و میدونید چون ماها همیشه داریم از در واقع پنجره مدیا به قضیه نگاه میکنیم هم میدونم که همیشه جهتگیری داره دیگه هر کدوم این خبرگزاری‌ها یه جهتگیری دارن شما مثلا ایران گوش بدی یه داستانه ندام خارجی ها رو گوش بدی یه داستانه دیگه به شخص من هیچ وقت مثلا به خبرهایی که از ایران میومد نمیتونستم اعتماد کنم چون معلومه جهتگیریشون چجوریه ولی اینا رو که گوش بدی اینا دیگه مردم عادی از قلب خود کار داره میاد از قلب داستان میاد و چیزای وحشتناک مخصوصا کسایی که تو غزه آدم داشتن چون یه خیلی بخش باریکی سمت غربشون کاملا محاصره است خیلی فشرده است یعنی یکی از بالاترین تر... بالا تراکم جمعیت رو تو دنیا داره خیلی تحت فشارن توسط حالا این اسرائیلیا از اونجا داستانه عجیب غریبی تعریف میکنن ولی به صورت کلی خیلی بحث سطح بالای قشنگی مطرح شده بود بعد یه فلسطینی اومد مطرح کرد میگه حالا شما اسرائیلیایی که حالا تاثیر کرده این تو این جمع هستید و میگید که ما باور داریم به حقوق بشر و اینا شما چرا رفتید به نتانیاهو رای دادید اینکه که مثلا وضعش مشخص این جانیه کریمینال خیلی مجرمه در واقع آدم کشت و اینا بعد یه سری اسرائیلی هم خیلی تحلیل قشنگی کردن که این مثلا چقدر آدم باهوشیه و چه جوری داره افکار اسرائیلیا رو منیپولیت میکنه که ام. بهش رأی بدن بعد بازی های جناهی که اونجا نم تو حزب لیکود و اینا هست و اینا مسئله خیلی باحال میانگین چند نفر بودن تو این روما خیلی خیلی, خیلی 300 400 من دیدم روزی تو توش بودی چند ده هزار نفر بود اونی که من توش بودم نه باره 8000 نفر که اصلا نمیتونه توی روم باشه لیمیت روم 8000 نفره اون روزی که تو بودی 300 400 نفر بود که منم نشستم من, من چند دادم. من چند بار رفتم اه. تو این روما ولی بالای خب پس ده چند ده من اشتباه گفتم ولی بالای هزار نفر که قطعا من دیدم اه. چند اوه. هزار نفر بعد آدم حسابی میاد یعنی هیچکی کی نمیاد دری وری بگه یکی ولی میدونین که چه اتفاق میفته راه گفتگو رو نبستن یعنی دکتر محمود نژاد گفتن راه گفتگو رو نبندین اینا هم به خاطر همین اصلا بس راه این خیلی مثبت این... این خیلی قشنگه یه ذره بحث عوض بکنم یه خاطر با موتور براتون بگم روز پنجشنبه بود پنجشنبه شما بله روز پنجشنبه فرهاد یه کاری داشت و اینا اومده بود سمت آفیس ما ما رفتیم با هم ناهار بیرون ناهار نهار و اونها بعد از نهار من داشتم برمیگشتم خونه فرهادم یه کاری داشت دیگه اون کارش انجام نشد و به من گفت که داره میره خونه و اینا بعد با هم اومدیم بیرون من رو موتور بودم فرهاد دقیقه ماشین پشت من بود پشت چراغ قرمزی بودیم من بهش گفتم تو بعد از این ور بری گفت نه کارم نشده و برم خونه دیگه دارم میام دیگه همون چراغ قرمز بود من گفتم اوکی دیگه چراغ سبز شد و ما رفتیم و اینا قبلش مثلا من با فرهاد صحبت کردم که آره چند ویدیو روی موتور میخوام از من بگیری برای چند یوتیوبم و اینا پاوش اشاره کردم که برگشتم تو که داشتم میرفتم گفتم یه ویدیو بگیر و اینا بعد چند تا عدد, 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 عدد براش آوردم و دیدم که فاصله شما زیاد کرد با یه سری انگشتای دیگه بهش نشون دادم که بابا چیکار میکنی بیا و مثلا یه سری انگشتا مثلا خاک بر سرت تو فلان با دی آره دیدم که باز به من نزدیک نمیشه این آدم عجیب بعد فاصله رو باش کم کردم دیدم که فرهاد نیست <laughs> دیدم که یه آقای مسنیه و فرهاد بعد سر زمین فرهاد که فرهاد این که پشت منه توی گفت گفت نه گفت من مجبور شدم بپیچم سمت راست یو کارم عوض شد دم بابا آدم پایین یه رو من داشتم به پشت سریم انگوشت که نهایت رو نشون میدادم و بهش گفتم بیا بیا بعد عکس فیلم و اینا مثلا عدا شده هم و اینا بعد دیدم که بعد یورو افتاده بود دنبالم بگو که کجا بود یعنی ببین این من افتادم تو ترافیک یارو هم پشت سر منه بعد نشستیم پشت بعد دیگه مثلا دیگه واقعا گرخیده بودم میخواستیم بپیچیم چپ این یورو اومده پشت سر من چرا قرمز یودم کربندش رو واقع کرد گفتم آره. <laughs> الان میاد چپ و راست هم یکی میکنه <laughs> نه او که میخواستیم یه پشت برداره من دیگه انداختم و پوتو فری و اینا در رفتم ولی این خاطره دوباره ماست روز دوباره رو موتور و دوباره یه جای دیگه از شهر رو من به آتیش کشیدم تلفن رو قطع نمی کرد گفت بلای سر گفتم هاجی این داره میاد ببینم همون ماشین بود خیلی شبیه بود نه ولی همون رنگ بود, هم او اوه اوه. و خب چون فاصله رو هی زیاد میکرد من رو موتوری دیگه که سرت زیاد دیده آنچنانی نداری یه sí, من برمی گشتم نگاه میکردم می گفتم بیا بیا فیلم بگیر بعد اینجوری جوری میکردم بعد دیگه انگشت های نشون دادم و اینا بعد دیدم که فرهاد آره چه خبر شما هفته دیگه چه کار کردین چه خبر بوده؟ هفته دیگه هفته هفته که گذشت کار کردین چه خبر بوده؟ خیلی تو من بگم شما فکر کنی مثلا توی این هفته به خاطر اینکه خب حالا کارهای مختلف رو من دارم انجام میدم و خیلی تعداد کاری که انجام میدم برم بالا احساس میکنم با حالی که آدم روی ددلاین باشه یعنی ما مثلا هفته یه بار باید در مورد بخونیم بنویسیم مثلا بیایم ارائه بدیم میدونی مثلا هفته ای مثلا دو بار رو من باید بشینم پشت کامپیوتر ادیت بکنم و هر دفعه مثلا یه اسکیل جدیدی یاد میگیرم سعی میکنم اضافه مثلا بش... اضافه بکنم و این برمیگرده به اون مثلا یادت یه دونه اپیزود رفته بودم در مورد اینکه میگفتم آدم باید برای خودش تعهد ایجاد بکنه تا یه سری کار رو انجام بده این دقیقا برمیگرده به همون تعهده یه جورایی یعنی من اگر که به خاطر مثلا تعهدم نبود به خود که هست مطمئن این کار رو نمی کردم دیگه شاید مثلا وقت طرف می کردم و این برام جالب بود که حالا به زور آره به زور هم که شده آدم مثلا باید دمیزی بخونه هر از گاهی دمیزی که میخونه دیدش نسبت به سری چیزا عوض میشه جدید یاد میگیره شاید مثلا که در مورد اپیزود این هفته هم هست در واقع این اپیزودی که میخوام برم شاید چهار سال پیش من این سری چیزا خوندم یه برداشتی ازش داشتم الان خیلی متفاوته و این کمک میکنه که حالا آدم ذهنیتش نسبت به چیزای مختلف عوض بشه. در رقابتت با دیروز خودت. آره آلا الان چهار سال پیشمونه. ولی خب لطفاً سابسکرایب کنید. <laughs> <laughs> ما هفته خوبی بود. کار و اینا خیلی به صورت سورپرایز همه چی در رو دروه جلو جلو, جلو و رو ابرا آره روون پیش میره امیدوارم که همین باشه خیلی داره اذیت میکنه اول من میتونم نه فکر کنم عادت کردم دیگه بش یعنی من اوکی ام اصلا... من دارم اذیت میشم دیگه نه بکش بیرون خب من بچه آتیشم خب آره هفته خیلی خوبی بود. فرض تو شکر. چی تو هم همه چی عالی عالی خدا شکر بریم سمت اپیزودمون بریم بریم سلام میجه خودکست پادکست خیلی خودمونی من ایمان هستم یکی از میزبان های این برنامه در کنار من کارون جریان داره سلام فرهاد و فرزادم با من سلام سلام میخوایم بگم زاینده رود از این <تصفح> بعد شما جنب بعد جریان کارونی داره کارون این جریان داره زاینده رود هم این جریان خوشی. داره آره بگم این به بعد بهتون دوست داری بکنیم امیدوارم که حالتون خوب باشه اپیزود 286 ماست دوباره برگشتیم با یه موضوع جدید دیگه آ... شکم صدا رو شنیدی؟ صدای شکم اگه همه شنیدین بچه توی زفت هم میشه با گوشتنگی ایمان از دیشب من ایچه نخورم چه خواه؟ ردیفی خوبی؟ سلامتی خوبی شما خوبین؟ همیشه خوب؟ قربان شما میوه بزن خواهش میکنم اما گوجه سبزای شما رو خوردم که اینطور شد یه چیزی میخواستم بگم که از خاطرم پرید آها اینو میخواستم بگم حالا ما صحبت کردیم که توی طول هفته برای خودمون برنامه گذاشتیم مثلا هفته دیگه برای خودمون یه سری برنامه هایی گذاشتیم که انجام بدیم و اینا احساس میکنم که الان بعد از این اتفاق حالا کرونا و این مدتی که آدم ها تو خونه بودن هممون خیلی اه پیگیرتریم نسبت به این قضیه مثلا سالهای پیش من تو ذهنم میاد که مثلا میگفتیم آره بریم فلان کارو بکنیم بریم یه خونه بگیریم بعد هیچ کس هم پیشو نمیگرفت تمامشو میرفت الان اینطوری که بریم یه خونه مثلا بریم خونه بگیریم بریم فلان جا و اینم آدرسش اینم مثلا روزشه خواستیم بیای نخواستین هم گور همتون <تصفح> ایری اساس کامنتریش باحال شده مثلا آره برنامه میذاریم آره. اینه برنامه مثلا هفته دیگه فلان کارو میخوایم بکنیم این ساعت اگر که اومدین اومدین نیومدینم ارزش رو بیشتر فهمیدیم فکر میکنی یا اینکه تحت فشار بودیم واقعا انقدر هیومن اینتراکشن نداشتیم <تص> دیگه, دیگه چون نداشتیم ارزشش رو بیشتر میدونیم <متص> قدیم حالا هم به شخصه اونجوری خیلی نسخ بیرون رفتن و اینجوری فعالیت و اینجوری چون طول هفته مثلا آدم میگفت خسته میشه بعد کافی بیرون رفته آخر رفته خونه <متص> موندی موندی ولی الان چون هیچ کدوم این کار رو و دیدیم که مغزمون اصلا خاطر سب نکرد از یک سر و نیمه گذشته <متص> آره خیلی به یک نونایی که با هم رفتیم اون مثلا خاطرش از یه دور با برای بشر پارتی فرزاد رفتیم اونا هست ولی بجز اون و همینجور روزا اومده رفته اصلا بیخبریم روی این حساب آماده ایم که خاطر سازی کنیم آره. خاطرم به نظرت به سن اونم رب داره یعنی اگر همین اتفاق برای کسی که الان مثلا 15 سالشونه اتفاق افتاده اونا هم همین حسو دارن به نظرت یا اینکه ماها چون که یه ذره سن اون بالاتره این حسو داریم چه حسی دقیقا که دوست داریم بریم الان خاطر ثبت بکنیم یعنی اینطوری بهش فکر کنیم که خاطر ثبت نکردیم عمرمون داره تلف میشه مثلا یعنی اون ارجنسیه رو ما الان یه احساس ارجنسی داریم حس میکنیم دیگه احتمالا به سنم داره 15 سالا همه معروف شدن تو تیک تاک خاطره رو ساختن تو این یک سال ام. ما هم که نرفتیم این, این, این عدد هم یه ذره داره عجب قریب میره بالا 15 آها عدد سن رو داری میگی مثلا <تصفح> نگران میگی الان مثلا ما از 27 و نیم به این ورش نفهمیدیم وای مامان الان آره شما که تولدتون گذشت و منم به چخ دیگه میاد ولی من اصلا حس چیز ندارم بزرگ شده اون سندروم رو شما نه آخه خب آدم فکر نکنم هیچ وقت بزرگ شدن داشته نه, <تصفح> نه. سندروم مثلا چیزو میگه سندروم که شما 27 در واقع 27 نیست سیه یه عدد بود که گفتن به اون سن برسن خیلی تعداد کسایی که توی اون سن خودکشی کرده بودن خیلی زیادتر بود significantly higher than شنیدم <تصفح> به هر آینه 30 ترتی حالا ایمان گفت خودکشی تو رادیو رو داشتم گوش میدادم میگفت که این مریضی بیماری باعث شده که خیلی نرمال باشه که افراد بدونن مثلا دپرشن دارن یا مثلا استرس دارن و نرمال شده که در موردش صحبت کنن ترپی بگیرن و اینا و حالا تو استان ما تو بی سی ریت خودکشی کاهش یافته به خاطر این دلیل مثلا نسبت به پارسالی حالا قبلا و تعداد تماس هایی که حالا به اون مرکزی هست که مثلا افراد اگه دپرس هم میخوان خودکش کنن یه مرکزی هست که باش تماس میگیرن صحبت میکنن و اینا تعداد تماس ها 20 درصد رشد داشته و این میگفت یه دیتا خیلی خوبه یه میگفت به عنوان پوان مثبت پندمیک بهش نگاه کرد بابو شکنی شد دیگه قبلش اینجوری بود که شاید حالا تو ذهن خیلی ولی بعد که این آره بعد که این اتفاق افتاد رو نه دیگه همه انسان دپرس میشن افسرده میشن مم. نیاز دارن بریم سر اپیزودمون آماده ای خیلی هم عالی میخوام خون و خون ریزی را بندازم از براتون موضوعی که میخوام رو زمانده صحبت کنم و قبلا در صحبت کردیم در فصل اول خودکست همون اوایل که خب توی زمان خودش هم توجه خوبی قرار گرفت و جالب بود الان چهار سال که میگذره و دوستان و شنونده های جدیدی به ما اضافه شدن من گفتم شاید خالی از لطف نباشه که سر دیگه بهش بزنیم اطلاعات جدیدی که در موردش گرفتیم رو با بقیه شیر بکنیم اون اپیزودم اسمش بود پریود مردانه وای. یا من پیریود معمولا کلماتی که مثلا مثل عادت ماهانه یا پریود رو ما به بانوان محترم معمولا ربط میدیم کمتر اتفاق میفته یکی که عادت ماهانه به فکر مثلا من سیبیل کلوفکی بیفته و معمولا بانوانه که با این کلمات حالا در خطاب میشن ولی جالبه که بدونید مردم هم همانند بانوان گرامی ناهماهنگی هورمونی یا آن بالانس شدن هورمون رو میتونن تجربه بکنن و هر روز خدا که بالا میشن لول تستوسترونشون اول روز بالاست و در طول روز کاهش پیدا میکنه و این لول های تساسرون هم هر روز میتونه متفاوت باشه یعنی شما مثلا اگر که یه اسکیل مثلا تخیلی در نظر بگیریم که بالاترینش دهه یه روز اول روز میتونه نه باشه یه روز میتونه مثلا 6 باشه و این میتونه عوض بشه اصلا یکی از دلایل اینم که آقایون از لحاظ جنسی خیلی برانگیختن اول صبح به خاطر دلیل دلیلش اینه که لول تستوسترونشون بسیار بالاست mm. ولی خب چیزی که باید در نظر بگیریم وقتی میخوایم بهش بگیم عادت ماهانه یا مثلا بهش بگیم پریود بعد در این نظر بگیریم که آیا انقدر مرتب هست که بخوایم این لقب رو بهش بدیم یا نه یعنی این درصد فرکانسی فریکونسی که اتفاق میفته رو باید در نظر بگیریم و ببینیم که چجوری میتونیم خطابش بکنیم تحقیقاتی که روی حیوانات مخصوصا رم که من سرکم میشه قوچ, قوچ. آره در دروقع... آره. انجام شده نشون داده که این آن بالانس شدن هورمونا توی اونها اتفاق میفته و روی اتیتورشون روی رفتارشون متفاوته یعنی خیلی اگریسو میشن هر یا کمتر اگریسو میشن ولی تحقیقات رسمی روی انسان ها وجود نشه که بتونم چیزی ثابت بکنه ما توی اپیزود قبلی اون همسیزی در واقع اینطوری بیان کردیم که طریقا انجام شده طریقا وجود داره و میگن که هرمون آن بالانس وجود داره و روی انسان ها هم تاثیر میذاره ولی در واقع تحقیقات رسمی ریسرچ رسمی که بشه بهش استناد کرد که بتونه این رو در واقع ثابت بکنه روی انسان ها وجود نداشته حالا دلایلی داره که میگم این پدیده کم و زیاد شدن هورمون در, واقع در بدن آقایون رو هم بهش میگن irritable male syndrome یا IMS خب این یه ساختگی ساختگیه میگم این IMS هنوز ثبت شده, سبت شده نیست <applause> آره مثل PMS که مال خانوم ها سال این IMS آوردن گذاشتم اینم بگم که دلیل یکی از فاکتور دلیل اینکه از لحاظ علمی ثابت نشده به خاطر که فاکتوره زیادی هستن که تو بدن تستوسترون رو بالا پایین میکنن مثلا مثل سن تعداد یا مقدار استرسی که آدم توی طول روز داره یا حالا در زندگیش داره باش دست و پنجه نرم میکنه تغییر در وزن و تغذیه آدم مریضی کمبود خواب و مشکلات غذایی یا ایتینگ دیسوردر همه اینا میتونن یه فاکتوری باشن که مقدار تستاسترون آدم ها بالا پایین میشه و برای همین خیلی سخته که بخوان در واقع سنگ محکی داشته باشن بگن که به دلیل اینکه رسیدن به این سا... مثلا این زمان از ماه این اتفاق میفته خب برای خانم ها خیلی رگولیتد تر هست خیلی روی اسکجول خاصه روی زمان بندی خاصه که اتفاق میفته حالا شاید یکی دو روز یکی دو هفته این ور اونور ولی خب معمولا با یه زمان مشخص در ما اتفاق میفته ولی آقایون به خاطر اینکه بالا پایین شدن تستوسترونشون خیلی مشکل خیلی در واقع مسائل خارجی فاکتورهای خارجی هم روش اثر میذاره خیلی سخته که بخوان تصمیم بگیرن که این آیا به خاطر اون زمانه یا به خاطر فاکتورهای خارجیه پس یکی از دلایلی هم که نتونستن ثابتش کنن اینه حالا دوست دارم از خودمون بپرسیم تجربه خودمون رو بگیم نسبت به این قضیه ببینیم که در واقع خودمون نسبت به این چجوری بودیم ولی قبلش من یه سوال پرسیده بودم که آیا از شنونده ها که آیا به پریود مردانه اعتقاد دارن که آدم که مردها یه مدتی از ماه رو شاید میتونن حساس تر باشن یا نه یه درصد 85 درصدی خیلی زیاد گفته بودن که آره که نسبت به دفعه قبلی که ما این سوالو پرسیده بودیم خیلی متفاوت بود دفعه قبل خیلی هزیتنتر تر بودن خیلی شاید اعداد به هم دیگه نزدیک تر بود آره اونش اه... حالا میخوام بدونم شماها کلا با این مودی بودن رابطه ای داشتید نداشتید اه... همچین چیزی رو احساس کردید نکردید اگر که بخواین من خودم میتونم بگم شروع کن من, حالا شخصا یه بعضی روزایی که از خواب بلند میشم اینطوری هم که الان دیگه اصلا روزش نیست یعنی هر کسی آدم غریبه آشنا هر کسی به پر و پام بپیچه یه اتفاق یعنی سعی میکنم خودم دوری بکنم دلیلش هم واقعا نمیدونم یعنی دلیل نتونستم براش پیدا بکنم حالا میگن که میتونه ورزش باشه به خاطر کمبود ورزشه یا مثلا به خاطر غذای ناسالم خوردن اینا نتونستم اینو به چیزی ربطش بدم نیچنگم. هنوز نتونستم پیداش بکنم ولی این رو تو خودم احساس میکنم که یه روزی که مثلا بعضی روزها که از خواب بلند میشم این که امروز نمیخوام بلند شم <تص> امروز از این در من برم بیرون یکی خور. دو نفر قلقم میکنم <تص> <تص> و خب معمولا توی ماه چند بار اتفاق معمولا مثلا ما یکی دو بار اتفاق میفته آه. و خیلی هم مثلا بازش کمه مثلا دو روزه من رفع و رجوع میشه و دوباره برمیگردم به اون حالت معمولی خودم و اینو خودم شاید اول متوجه نشدم و اطرافیانم به من گفتن یعنی مثلا من یه مدت توی استرالیا که زندگی میکردم صبح که از خواب بیدار میشدم مثلا چند تا کلمه با خانواده صحبت میکردم مادر میگفت امروز از اون روزاست که روزش نیست برو مثلا فردا هم که صحبت میکنه دوام میشه یه همچین حالا آره برو مثلا برو دانشگاه نبینم ات امروز یه همچین رابطه بوده شما چطور شما هم چیزی رو دارید اصلا چیزایی هست که روی رفتار شما تاثیر بذاره آره. نتیجه تحقیقاتی کردیم بود که روی انسان هنوز تحقیق مدونی انجام نشده که دقیقا. ولی بالا پایین شدن هورمون اتفاق میفته بدون برنامه منظم بالا پایین شدن هورمون اتفاق میفته بدون برنامه منظم و اون میتونه خیلی تاثیر زیادی روی مود مردها داشته باشه پس <تصفح> ما تو این اپیزود نمیگیم که این یه چیز علمیه و روش تحقیق انجام نشده تجربه شخصی هر کنوان. دفعه پیش من در واقع اینو تکذیب بکنم ویزو دفعه پیشمون دفعه پیش ما گفتیم که این روش در واقع تحقیق انجام شده من به نادرست به اشتباه گفتم که تحقیق روی حیوانات انجام شده بود رو رفتش شده بودم به انسان ها و این دفعه اومدم که خودمون رو در واقع تکسیب بکنم بگم که اینطوری نیست تحقیق صرفا روی حیوانات انجام شده روی قوچها که این کار رو انجام اون دادن منظم, اتفاق. منظم اتفاق می افتاده و نشون داده که روی گفتش که یه سری دیگه از چهار پا هم دارن این کار رو انجام میدن و اونا هم همشون پرامسینگ بوده و در واقع تحقیقاتی که انجام شده خیلی نزدیک بوده به تحقیق قوچ دو پا ها ولی به دو پا ها نرسیدن به خاطر در واقع اون ایموشنال فاکتورایی که وجود داره یعنی میگفتش که خیلی چیزهای مختلف هست که میتونه تستاسترون رو تغییر بده لولاشو و میتونه تحت تاثیر قرار بده که ما صرفا نمیتونیم اونا رو ثابت نگه داریم برای مطالعه روش سخته آره دم قوچ هم نمیدونستم مودیه آره خیلی عجیب بود ماه بوچ دنیا سفت و تو پوری من خیلی باحال میکنم میام چی میزنه به <applause> <applause> فرزاد میخواست بگه مرا گفتی نه من نگفتم من, من تو دارم اگه بخوام منم من مثلا الان okay, حالا مثال okay. دقیقی ندارم ولی نه خودم حس میکنم مثلا حالا نمیدونم بخوام بگم یک بار دو, دوبار بار در تعدادشو نمیدونم فریکونسی ولی مثلا میشه که خیلی دوست دارم خودم تنها باشم مثلا ترجیح میدم مثلا نه صحبتی بکنم نه حرفی باشه و اینا و شاید یه روز دو روز اینطوری باشم چیزی آره. بگم توی تالا این چیزایی که میخوندم میگفتش که خب همون میدونیم ورزش کردن لول تستاسترون مردان میاره بالاتر <applause> و خب هرچی لول بالاتر باشه مردم معمولا شادتر و خوشحالتر و بلنسترن آقایون من توی خودم اینو دیده بودم که ورزش منو صد درصد خوشحال میکنه ولی نمیتونم به این برسم که کم بوده ورزش منو ناراحت میکنه میدونی میگم یعنی اونو توی خودم نمی... یعنی اینو صد درصد دیدم که رفتن ورزش کردن و فلان و اینا هر موقع این کارو میکنم روز بهتری دارم باحالتر مثلا از خودم از خودم یه ذره خوشحالم <applause> مثلا همون ورزشی که اون روز رفتیم من اومده بودم خونه با اینکه خسته بودم فلان اینا ولی اینطور بودم که خب امروز من یه کار مفید انجام دادم یه حس رضایت قلبی نسبی. داشتم نسبی وجود داشت اه ولی اه موقعی که اتفاق نمیفته واقعا نمیتونم مثلا ربطش بدم به اینکه خب چون امروز نرفتم ورزش من آدم ناراحتتری تری هستم ولی میدونی اگه بری خوشحال تر آره. بشیم. آره خب همونه دیگه نه دیگه یعنی احتمالا اینجوری که ورزش نکردن اون هورمون پایین نمیاره ورزش کردن هورمون رو میبره بالا آره پس وقتی تو ناراحت باشی اگه ورزش کنی شما چی تو اصلا با هم چی داشتن میگفتن گفت تموم شد آره من میگم زیاد حالا چرا منم میگم تو چیزی که یه گفتی که اون چهار تا گوش میدادم گفتی که فصل میتونه حالا که از الان میخواستم همون رو بگم اونایی کمش اضافه کنم با. بگو <تصفح> <با>. درست <جواده> <تصفح> من خب نسبت به ورزش اینا تنبلم خب یعنی دنبال بهونه میگردم که مثلا ورزش هر نکنم بعد الان که دارم فکر میکنم خب پاییز و زمستون که میشه هوا خیستر میشه بارون بیشتر میاد اینا خب همش بهونه میام که خب هوا که الان چیز نرم بدوم یا نرم بیرون اینا ولی بیشتر روزایی که تو پاییز و زمستون بیدار میشم همین حالتم یعنی به خودم میقبولونم که آقا امروز ها این ماه ها ماه نیست یه, زد... یه, یه, یه چیز چیزه، بخ... چی گفتین اپیزود پیش گفتین ادامه واسه کریف گفتین ادا در میارم حس میکنم هی 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 به خودم میگم اینا خودم میخورونم این نورونا زیاد فایر شده قوی شده آره آره, آره, ولی خب واقعا مثلا بهار و تابستون که میشه حتی اگه قرار روز سختی باشه حتی اگه قرار ناسازگاری با افراد باشه الله سر کار و این بر ولی اون امیده و اون انرژی خیلی تون بیشتره هم. حالا از عوامل خارجی و بیرونی هم گفتی که خیلی موثره مثلا با پارتنرت مثلا جر بحثت بشه شب قبلی حالا تو روز میدونی که مثلا قراره به سری اختلافاتی بخونی از قبل میدونی که بعضی روزا میدونی که یه کاری کردی شب اینو گفت فردا مثلا اینو بهش بگن اینا میتونه باشه مثلا خوابم خیلی تاثیر داره خواب خوب که میرم هر اتفاقی که بیفته فردا میتونم سینه خیز شوی این تحقیق که میخونم نوشته که خواب منظمی که از دلیلای خواب نامنظم یکی از دلایل اصلی ترشح نشدن درست تستوسترون در بدن یه تو بگو من بعد چیزی خلا... چقدر همیشه ما یه خوب خواب برید و منظم بخورید من کلا خیلی فراز و فرود ندارم یعنی اون هیچ روزی نی... معمولا اینجوری نیست که یه روز بیدار شم واه امروز روز منه از اون طرف هم هیچ روزی نیستش که بیدار شم امروز روز من نیست ولی حالتی که فرزاد گفت من 90 درصد مواقع اون حالتی که خیلی صحبت نکنی و چیز کنی ولی اون احتمالا به درونگرا بودن و اینا بستگی داره مثلا چون همدم مناسب باشه آدم مناسبش باشه آدم خوب صحبت میکنه ولی قطعا این حالت ها رو آدم حس میکنه بالاخره یه وقتهایی باز تو اون حال و هوای شاید همیشگی تو ممکنه نداشته باشی اونم قطعا به خاطر بالا پایین شدن این ترشوه یک سری از این هرمون ها توی مغزمونه ولی پترن مشخصی باز من پیدا نکردم پترنش مثلا روی اتفاقات بیرونیه چون یه روز خ... کار خوب پیش نره این تاثیر میذاره روی ده ده. اخلاق من آره اه... بگم حالا من یه پترنی که توی خودم پیدا کردم و برام خیلی عجیب بود اینه که من خب خیلی یکی از مشکلاتی که من همیشه داشتم با وزنم بوده حالا خیلی خیلیه که تو خود میدونم من دیدم که اوج مثلا سلامت من توی زمستونه من تو زمستون خیلی وزن میاد پایین میرسه مثلا به خیلی مثلا اوج خودش تا اوایل مثلا بهار از بهار دیگه مثلا عوض میشه چون که دیگه میافتم تو عشق و و فلان و حرفا یعنی موقعی که کیون... چون... عکس معمولا می... همون دیگه کنم. خیلی با... یعنی من سامر به اونجا که میرسه دیگه مثلا ول میکنم part. دوباره اصلا اگه که این همین سمارت سکیلی که من دارم گرافش رو نشون میده مثلا سه سال گذشته رو ببینید دقیقا همینطوری مثلا رفته بالا پایین هستنی. و این آدم فراز فرودی هستی خیلی متاسفانه فراز فرودی نشیب بیشتر شد. این بهار جلو تو میگیریم دیگه دیگه, دیگه تمام الان رسیدم به دیگه رسیدم به اون فربيت. بالای اسکیل آره دیگه رسیدم به اون ولی یه دیگه هم که بگم اون مثلا دورانی که من خیلی ورزش میکردم شاید باب میل خیلی ها نبودم اون موقع مثلا هم زود میرفتم میخوابیدم آدم فانی نبودم شاید از م... الان یعنی دیر می الان که دیگه, 4 دارم دیگه, تو دلوش؟ دلوش؟ دیگه. چهار دارم دیگه نه تو, تو جمع باشی بازم زود میری دیگه نه چرا دیگه؟ خب کار دارم من, من جیمی یعنی مثلا اونطوری بود بی بی که شما مثلا حضورت. قبل کرونا مهمونی نبود من مثلا زود میرفتم خونه چون بعد مثلا هفت صبح مثلا حال. میرفتم چه میدونم ورزش فلان و اینا ولی خب اون موقع خودم نسبت به خودم احساس بهتری داشتم آدم احساس پروداکتیو تر بودم میکنه احساس میکنه که اه... آدم نه گردن بقیه که ول کردی قضیه رو من نه نخیم گرم من نه خودم به میل بقیه نبود نه میگم برای من مهم نبود با به میل بقیه نبود اصلا برای من مهم نبود خب بقیه ای که اون موقع اعتراض کردی بدونید برایش مهم نبود نه اصلا برای مهم نبوده <تصفح> الان هم اعتراض <تصفح> زیاد برای مهم نیست من کار خودم هم میکنم همیشه اینطوری باشه و حالا چیزی که باید در نظر گرفت و خیلی تو این تعداد ریسرچ هایی که میخوندم توضیح میداد به همه رو برمیگردون به دپرشن میگفتش که خب مقدار در واقع تستاسترون آقایون که میاد پایینتر به مراتب افسرده تر میشن و افسردگی میاد سراغشون و یه چیزی که توضیح میداد که مشکل که م... تستاسترون که میره بالا کچل میشن آقایون چه هرمونیه جدی؟ و... زیادش <applause> نمیدام و حالا چیزی که میگفتش که این تحقیقات بیشتر متاسفانه در مورد در واقع خشونت آقایون نسبت به همسراشون بود موقعی که مقدار تستوسترونشون بالا پایین میشه میفته که چیزی که بعد در نظر بگیریم و, قب... و معمولا آدم ها این رو متوجه نمیشن اینه که نوع افسردگی در آقایون با نوع افسردگی در بانوان متفاوته یعنی ما فکر میکنیم که به خاطر اینکه حالا بانوان اگر که کلیشه اینه که اگر که موقع که افسرده میشن مثلا چون میرن بستنی میخورن آقایون هم باید همونطوری باشن ولی معمولا آقایون با خشونت افسردگی خوشون نشون میدن حالا متاسفانه نسبت به افراد خیلی نزدیک بهشون با اینکه وقتی که سر عقل میان و مثلا روی اینا ریسرچ انجام شده میبینن که خیلی هم علاقه نسبت به اون شخص وجود داره <applause> ولی متاسفانه موقعی که خیلی مثلا دپرس میشن و اون هورمون لولاشو میاد پایینتر معمولا اونو با خوشونت نشون میدن با اینکه مثلا میگفتش که خانم اگر که افسرده بشن شاید خوشونتی در کار نباشه و اینو نمیتونن مثلا درست متوجه بشن زوج این موقعی که دارن با همدیگه زندگی میکنن و میگم تمام مثلا این خوشونت هایی رو هم که تونستن در موردش ریسرچ بکنن به لول تستاسترون تونستن ربطش بدن و دیدن که آقایون به مراتب لول تستاسترون پایین تری داشتن حالا به دلیل هر چیز دیگه افسردهشون کرده و مجبور شدن که در واقع اینطوری خودشون رو بروز بدن یه حالا چیز ویژگی هم بگم یکی از ویژگی های عادت ماهانه ای که ماها میشناسیم خونریزیه خب که هم. شاید براتون جالب باشه مشکل ندارن ولی جالب ولی <تصفح> یه زی هست که واقعا یه <تصفح> کلمه وجود داره به نام من پیریت که به موقعی میگن که یک انگل روی بستانه آقایون میشینه و باعث خون ریزی میشه و آقایون در ادرارشون خون پیدا میشه و اونو در از لحاظ ت... تکنیکلی خوب... موقعی که بهش ازش کار میبرن به عنوان منپیریت اونو به کار میبرن رو که گفتی کلی رو تو فرستاده بودی بچه کویا? داشت برای معلم قرآنشون چی بود آره من مثلا رو میگوشی مثلا کلی فرستاده موضوع گرفتن نشون میداد بعد گفت مثلا نمیکشی بعد اون مادرش مادر بود دیگه اینقدر خندی, بود این خندی <تصفح> <اصلا> خیلی جا <تصفح> <تصفح> <جاز. تصفح> <تصفح> <تصفح> چرا بچه خیلی گولی بود <تصفح> حالا خارج از بحثونه ولی با این موضوع موافقه این کلیپ ها پخش میشه این بچه مثلا واقعا من نه من, من بعد مادرم احتمالاً نمیخواسته به همه نشون بده مثلا تو گروه خانوادگی داده ولی این کلیپ ها وایس الان خیلی همه اینو خیلی ده. زیاد شده خیلی و کانتنت های عجیبی سانه <laughs> خنده‌ای که مامانه میکنه عالیه بچه ما رو باش فکر کنم الان بخواست برای این آنلاین شده ایران مدرسه ها اینا خیلی روابط معلم و دانش آموز رو واتساپ مثلا همون ویدیوهایی که الان مثلا رو اون گروه مدرسه هست خب خیلی راحت فوروارد میشه رو جای دیگه اینو که احتمال آپلود نکردن اینو مامانه بفرسته توی گروه خانوادگی گروه خانوادگی میگم دیگه باید. راحته زید. که آره. یه پلتفرم چیزی نداره که این اینو بحث تاجک تص... نشه ولی یه بچه هست قربون صدقه معلمش میره قربونت برم خوشگلم دلم برات تنگ شده بوس میفرسته پسرت ویدیوشم یه جوری با خانم معلم صحبت میکنه من آقای فروید بعد مطالعهش میکنه نه من کافتبل شدم نمیدونم چه اما آرام تو این شرایط میذاشتن همین که اتفاق برام میفته دیگه نمیدونی دیگه نه آخه سن ما یا عدد چی بودی دیگه کارایی که تو کردی معلم لاس لاس خوشیه معلم معلمای ما حداقل تو دوره دبستان که همه خانوم بودن خانمای مثلا جا افتاده بالای پنج جای بودن پسر علاقه داشته به خانم نه ولی الان من دیدم تو ولی معلمای آمادگی میانگین آره اون خاله خیلی متفاوت تر بودن الان, الان چه بحثی شد شاتون الان رو دیگه آره قبلش کردم آخرشه فقط من اینو تمامش بکنم بعدا میتونیم در تمام فتیشاتون صحبت بکنیم <تصحب> فتیش. یه چیزی که خیلی مهمه توی این موضوع اینه, اینه که بالا پایین شدن ها روی مود آدم ها روی اعصاب و روان آدم ها میتونه تاثیر بذاره و آدم ها میتونن یه سری روزای خیلی خوب داشته باشن میتونند روزای بد داشته باشن ولی اگر که میبینیم حس و حال بد داشتنه داره مداوم میشه و داره تاثیر مثلا خیلی جدی روی زندگی اون میذاره همونطوری که فرزاد اول اپیزود گفت خوبه که بریم از یه متخصص کمک بگیریم و این نذاریم که این در واقع پایدار بمونه توی زندگیمون این حالا دپرشنی که گفتم توی تحقیقاتی که داشتم میخوندم اکثرش منجر میشد به خوشونت و این خوشونتا بعضی موقع با این با بعضی از اینا حالا مسابقه کرده بود آورده بودن با این مثلا 50 نفر بود مثلا اینکه باهاش مسابقه کرده بودن همشون بعد از این اتفاق افتاده بود و حالا یه جورایی درمان شده بودن و این باور بودن که از این کاری که کردن ناراحتن و هیچ کدوم از این کاری که کردن و واقعا الان هیچ وقت دیگه انجام نمیدن به خاطر حالا فقط توی شرایطی بوده که در واقع اون اتفاق افتاده و الان اگر که دوباره اتفاق بیفته این کار انجام نمیدن این خیلی حالا موضوع دپرشن خیلی موضوع عمیقیه و خیلی موضوعی که ماها خیلی شاید کمتر در موردش تجربه داریم و دوست داریم که از آدم متخصص استفاده بکنیم ولی اگر که احساس میکنیم که داره در واقع زندگیمون یه توی نزولی افتاده و بهتر نمیشه شاید بعد نباشه که بتونیم از یه متخصصی استفاده بکنی و از اونا کمک بگیریم و اینا رو با مثلا برچسب من الان مثلا این ماه الان مثلا چه میدونم پریودم عوضش نکنیم بهترش نکنیم بذار راحت باشیم کار درست دیگه اینو استفاده کرد برچسب یه جمله اومد توش میتونه همه چی من دوباره شخصیش بکنم این داستان خواهش میکنم, خارج میکنم. در ادامه حرفت و شما شخص میکنه جوری بلد. بلد. تکسی به حال حرفای خودم من تابستون پارسال دیدی باید مثلا حال خوبم بود و اینا تقریبا یک ماه یک ماه و نیمی خیلی با یه سگمنت دپرشن داشتم دست و پنجه نرم میکردم در این حد که مثلا صبح یک هفته یک یه هفته و نیم دو هفته اصلا ن... از تخت نمیتونستم بیام بیرون صبحی که میشد مثلا معنی که همیشه عاشق اینم هم مثلا صبح زود بیدار در جریان میذاشی شاید بعد چیزای کرونا بود دیگه اوایل بیماری بود اینا و فکر میکردم که حالا مثلا حالم خوب نیست یا مثلا یه سری مشکلات حالا کارینام بود ولی نمیدونستم که آقا این دپرشنه که نمیذاره من اصلا حال اینو داشته باشم از تخت بیام بیرون خودم فکر میکر... همیشه مثلا افرادی که حالا معتاد بودن حالا اون چیزی که ما ذهنیت بود و اینا رو تصور میکردم گفت آقا من که مشکلی ندارم این مشکله چون قابل لمس نبود یا مثلا به قولی حالا راجع به خون اومدن صحبت کردیم خونی دیده نمیشد اینا من نمیدونستم و آخر رفتم حالا با متخصصش با مشاور صحبت کردم اینا این قشنگ واسه من شکافت خیلی هم ساده خیلی هم ملموس و همین که من بهش واقف شدم و همین که من فهمیدم اوکی این دلایل بوده اینا دست به دست هم داده این شرایط هست و به خاطر اینه که من این دپرشن برام اتفاق افتاده دپرشن است که من نمیتونم از سخت بیام بیرون من نمیتونم یه کار مثلا خیلی ابتدایی تو روزم رو انجام بدم و این خیلی مهم بود یعنی ما همینطور حالا باید راجع به این قضیه حرف بزنیم واقعا هی بیشتر و بیشتر بهش اهمیت بدیم سلامت روح و روان شخصیمون خیلی همون دیگه با ما همه عادت داریم برد نیستیم یعنی عموما یه جای درد بگیره در جا دکتری ولی مثلا آدم مشکل روانی که داشته باشه اصلا خیلی هم آگاه خیلی هم به خاطر اون تابویی که هست حالا کسی <coughs> پیگیری نمیکنه دیگه بعد یه آره. وقتی اون قضیه که از تخبی دار... نمیتونی بیای پایینه با تنبلی آدم ها اشتباه میگیرن در که اون از افسردگی ممکنه ناشی شده باشه آره دیگه مثلا من به مشاورم گفتم من هیچ وقت تو زندگیم اینقدر تنبل نبودم یعنی حداقل یه اتمپت یه سعی میکردم واسه شدن اون کار ولی انقدر حس حس ناتوانی و نتون بودن میکردم هم به خودم اینو میخوروندم میقبولوندم یوسف افتاده بود توی سیکل با حال عجیبی مرسی که مطرح کردیم مطرح این توی رومای خارجی که میریم اصلا یارون درد دل که میکنه تشکر در قابل نسیمت آره حالا منم تقریبا همینطوری چند وقت پیشی استوری گذاشته بودم که واقعا نالیده بودم از این در واقع حال روحی که دارم و بعد از اینکه حالا با چند نفر صحبت کردم و در واقع با یه آدمی که این کاره بود تونستم ارتباط بگیرم و صحبت کنم فهمیدم که من داشتم با برچسب اینکه حالا من امروز حوصله ندارم بخاطر که پریودم یا مثلا با اینکه فکر میکردم که عادی یه همچین چیزی و آدما مثلا میتونن روزهای بد داشته باشند پنهانش میکردم ولی خب هنوزم شاید یعنی نمیخوام الان بگم آره من اینو حلش کردم و هنوزم دارم باش دست پنجه نرم میکنم هر روزم آدم داره سعی میکنه اون خودش رو بهتر بشناسه و بتونه با خودش کنار بیاد ولی از این برچسب داشتم استفاده می کردم برای اینکه یه موضوع خیلی مهمتری رو در واقع ساکت بکنم اه. یه سرپوشی روش بذاری آره برای همین گفتم که حالا در مورش صحبتی بکنیم درسته همچین چیزی به صورت زمینی وجود داره ولی خب روش ریسرچی انجام نشده تحقیق صد درصدی وجود نداره و اگر که میبینیم مشکلی هست و داره مداوم میشه شاید بهتر باشه که با یه متخصص صحبت بکنیم با اینکه تا اینکه مثلا خود خودم. خودمو سعی کنیم حلش بکنیم مرسی مرسی که به من گوش دادید تا دا اینجا باوند. زیباست یک کمی کامنت بخونیم چون اپیزود قبل نشد الهه توی یوتیوب سلام زیر ویدیوی در واقع موضوعی که ایمان رفت گفته چقدر این اپیزود به موقع بود من وقتی طولانی مدت برای خودم وقت میذارم احساس میکنم که دارم اشتباه میکنم یا مثلا موقع تفریح با دیگران این احساس رو دارم که الان میتونستم وقتم رو جور مفیدتری سپری کنم این اپیزود باعث شد دیدم به این موضوع تغییر کنه قربون برم یار بود محسا هم گفته بود که از کل اپیزود یه کلمه واسه من مهم بود و اون دیسیژن فتیک بود نمیدونستم همچین اصطلاحی وجود داره چیزی هست که یک یک سال اخیر باهاش سر و کله زدم و خیلی خوبه که این اپیزودو گوش دادم الان میتونم راجبش تحقیق کنم شخصیتم جوری هست که میخوام چند تا پروژه رو با هم انجام بدم و این باعث و این باعث همین خستگی ذهنی میشه آره اینم محسوس جون سلام و خوشحالم که بتونید. محمد رزو گفته بود که برخلاف همه که از رژین تعریف کردن من یه چیزی, نظر... یه چیزی نظرم رو جلب کرده اونم هم اینه که کارون یه چغری خاصی داره که دوست دارم اون صف بودن اون صف بودن و یه چیزی تو مایه معلم ریاضی این کامنت بله چند تا لول آره <applause> نه گفتش که شما از مثلا لطافت رژین تعریف میکنید ولی من از چقری کارون خوشم میاد اینو جان اندازید یعنی آره <تصفيق> 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 چی اینو جان اندازید <applause> این یعنی حواستون باشه این... که چقری هم میتونه جذاب, جذاب باشه آره یه نفر پرید گل اون چقر منی چگرم آره خب <applause> زیر کامن زیر اپیزود کارون اپیزود هفته پیش داوود گفته بود که بعد از این اپیزود کارون یکی باید از فرش ها با. رو جمع کنه حالا افرادی که چنیدن میدونن داوود داره در موردش صحبت میکنه ام. توی کس فرهاد آره توی هم كس... محسن گفته بود خیلی موزه جالب بود مدت ها در دقیقه من بود اما اسمشو نمیدونستم ممنون از کارون آ... لطفا این بحث رو ادامه بده محمد رضا باز کامنت گذاشته بود گفته که حس میکنم فرهادم مثل من تیبا سواره تیبا سوار یه تیبا سواره با و یعنی ماشین خارجی اینقدر ایراد پیدا نمیکنه درود به شرفت فرهاد کف کانادا اصالت تو رها نکردی تعصب تو تحصوبتو... میکشم سای پا می با سوار یه تیبا سواره با, سوار. با تعصب <تصفح> دیس کردن دیگه چی داشتی برامو؟ بشت اه... اوکی در مورد اه... یه سری خبرهای اومد تو این چند وقتی که ما کابر نکردیم در مورد یا شاید هم کردیم اه... مسائل تعرضهای حالا جنسی و لفظی و اینایی که اتفاق افتاده بود در مورد محسن نامجو در نامجو کاور نکرده خیلی کم بود. آره و حالا من دوباره نمیدونم چه هفته پیش بود دوباره یه سری آدم های جدید اومده بودن داستانه جدید مطرح کرده بودن در مورد همین شخص و اینا و خب من از خبرگزاری هایی که اینو کاور کرده بودن شنیدم و چیزی که برام جالب بود یه سری نکاتی بود که توی اپیزود 243 که کارون فکر کنم کاور کرد در مورد رضایت به فعالیت جنسی بله. یه سری نو... نکات خوبی کارون کاور کرد میخواستم حالا به 234 234 اشتباه گفتم گفت که خب برای شخص من ج... ج... خوب بود و مفید بود مثلا من خودم ا... آگاه نبودم باعث شد که حالا اینا رو بدونم و اگر حالا با کسی که این اتفاق مثلا براش اتفاق افتاده بتونم مثلا ساپورتی باشم خواستم رو مطرح کنم اگه کسی حالا تازه به خود کس اضافه شده و تازه داره اپیزود رو میشنوه اون اپیزود خوبی بود کلا و حالا مرتبط هم هست با این فضایی که الان هست فضا که مثبته به نظرم همین نامجو بگم دفعیم. فکرم یه ذرم راجبش صحبت کردیم که اول که کلا تکسیب کرد بعد اومد یه ویدیو داد اصرخاهی کرد هر اتفاقی افتاده گفت مثلا دارم پیگیری میکنم و اینا بعد یه فایل صوتی ازش در که تو جمع خودمونیش یه حرفی رو زده بود که حالا خیلی حرف ساده بود یه بخشش این بود که نه پنجا شست سال دیگه همه موسیقی من رو به یاد میارن نه مثلا همه. این مدل حرف رو من میخواستم بگم که باور شخصی مینه و امیدوارم این اتفاق بیفته که پنجاه سال دیگه حالا موسیقیت رو که به یاد بیارن این تمام این کارهایی که کردی به یاد بیارن تمام بد اخلاقی و بی اخلاقی هایی که کردی و دورو بودنی که داشتی چون تا یه زمانی این آدم جزو اعتبارهای موسیقی مدرن ما حساب می شد هممون با آهنگاش خاطره داریم ولی بعد این اتفاق حالا به شخص من همه رو از لیست آهنگام هست کردم چون من کسی نیستم که نم بگم هنرمند رو باید از هنرش رو باید از اخلاقش شده که به نظر من همش یه مجموعه است و تاثیر داره تتلو بهترین آهنگ دنیا رو هم بده باز پشت قضیه ما میدونیم کیه رو این حساب امیدوارم 50 60 سال آینده حالا اگه موسیقی تم شنیده میشه تمام این کاری که کردی دورو بازیای مدل حرفا با دیتیل یاد همه باشه نظرم اینه که هست حالا حالا دیگه ایشون من تا نشده بودم کسی بگه نه یعنی آره اوناش که یه تئوری غلطه ولی این یه جایش حساب باز کرد روی حافظه بعد تاریخی آدما که مثلا این موسیقیش میمونه این حرفا یادمون میره ولی باور دارم که نه تمام حالا من اصلا نمیخوام ازش دفاع بکنم و اینا ولی آدما تحت یه فشاری که هستن یه سری حرفایی میزنن که اصلا نمیدونن یعنی چی و من نمیگم درست یا غلطه ولی میگم که شاید اگه اون مثلا میتونست تحت فشار نبود شاید حرفای مناسب تری میزد حالا من شاید اینطوری که آدم ها تحت فشار حرف واقعا دلشون رو میزنن و اون میتونه اصلا نشون, داره نشون بده که چقدر از مثلا واقعا آدم پایینیه به خاطر اینکه قبلا شاید میتونسته با سیاست صحبت بکنه خب الان ولی نمیتونه ولی احساس میکنم که هم تونست یعنی تو پابلیک پابلیکتی با سیاست صحبت کرد اون بدشانس بود که اون صحبت های شخصیش در رفت ولی که... نارا انگی که بهش وارد این که تو دروی ببین بالاخره هر کسی اشتباه میکنه خب این حالا اوایلش انکار کرد ولی به نظرم اون حرکتی که اومد تایید کرد و گفت دنبال راه حل میگردم اون شجاعانه است و ما حالا آدم ها آدمایی که توی جامعه الان متمدنان زندگی میکنن تا حد خوبی حاضرن اشتباهات آدم ها رو ببخشن هم. یعنی این آدم حالا به هر دلیلی مشکلی داشته هر کاری کرده برخلاف رضایت اون خانوما این اشتباه بوده وقتی این اشتباهشو پذیرفت حرکت قشنگ بود ولی فاصله اون حرف بیاد بیرون این دو دیگه این دیگه قابل پذیرش آره این اینو من قبول دارم یعنی آدما ها خیلی ها در حال جامعه خارجی داخلی همه چیز میکنن همه اشتباه میکنن و میان معذرت خواهی میکنن چند نفر دیدیم همین کریستیاریا <applause> بله. بود کی بود تا ادم مختلف دی... حالا ما تو این مشهور. آره سال گذشته دیدیم که مشهور بودن و اومدن عذرخواهی کردند. کردن تا هم دیدیم که اومدن نه قلدری کردن و گفتن که نه کاری که ما کردیم درست بوده این شاید درسی بشه که آدم ها اگر شما میکنین بپذیریم سعی کنیم که ازش یه زیاد بگیریم و بریم جلو دیگه اینطوری نمونه که بخوایم روش پا فشاری بکنیم دیگه وقتی تو ادعای با فرهنگ بودن و با سواد بودنت میشه نمیتونی اینقدر راحت زندگی یه سری آدم رو خراب کردی تمام میدونی اوضاع روانی طرف به هم ریخته پس فردا نمیتونه حالا رابطه با هیچ آدمی داشته باشه بعد بیای بگی 50 سال دیگه موسیقی میمونه خب به این واقفه طرف چی نه چی گفته بود 6 دقیقه زندگی ما از او اونم دوباره 60 سال زندگی از ماه 6 ماه تو اونجا مردی برای آدم ها هر بهترین موسیقی دنیا رو هم تا اون لحظه داده باشی برای خیلی شن. مردی دیگه حالا ببین 60 سال دیگه چی میمونه نظر طرف واقفه که زندگی یه نفر رو خراب کرده اگه واقعا اینقدر یعنی این آدم به نظر من واقفه بالاخره تحصیل کرده از با شعور میدونیم مثلا آدم معمولی نیستش که روش حساب میشد تا یه زمانی اینجوری تحصیل کرده بی... من احساس میکنم که نه ببین آخه تحصیل کردن بود مختلف با تحصیل روزمان شعور که نمیاد بله. این حالا تو جوام ها. حالا توی در واقع هیتای دیگه با تحصیل کرده بود حرف خوبی زده بود کار خوبی ارائه داده بود ولی خب این بود زندگی شخصیش که رو شد دیدیم بابا جوند. یه سوال دیگه میتونم بپرسم نمیخوام پافشاری بکنم رو این قضیه به نظرت چند درصد آدم همچین بوده شخصی زندگی دارن که رو نشده خیلی هم ممکن خیلی. داشته باشن یعنی به این واقفیم دیگه خودم اینو میدونیم خودم آه 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 هم ممکنه نه صد درصد داشت داشت من خودم شاید داشته باشم والا نه نه تکذیب می کنم نه تأیید می کنم ولی هیچ میگم هر کسی میتونه اشتباه کنه و اون حرکتش که اومار گفت من اشتباه کردم از اون قشنگ بود چون کاری که انجام شده خوب و بعد مریض یا سالم این اتفاقی که افتاده و واقعا تو بیا اینو اقرار کنی قشنگه ولی اون دو پشتش و 6 ماهه اونم 6 دقیقه و 50 60 ثانیه دیگه این فزاعت بود این دیگه دو دیگه این فقط اون تاخره این وایس و اینا ثابت شد دیگه آره آره حالا من این برنامه که میدیدم فکر کنم ایران اینترنشنال بود کنم آقای فرداد فرد 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 فرزاد بعد نشون میداد که خود نامجو مسیج زده روی واتساپ یا حالا هر جا به خود فرداد و گفته که من منم تو هم دوران تاریکی داری توی حالا زندگی زندگی شخصیت که منم مطمئن بود. یعنی تهدیدش کرده بود خب مثلا این دیگه نیاز نیست مثلا این مشخص که این شخص داره دست و پا میزنه که داره دست آره. هر کسی اشتباه کرده دیگه تو زندگی همه که پاک نیست معصوم که نبودم ولی خب 6 دقیقه شش ماه خیلی اون اون هم سنگین تمام اه... ببندیم اپیزودمون رو آره نه. یه چیزی هم می‌خواستم اشاره کنم این برق رفته یا ای ایرانه که الان خیلی تا این چند روز شده کسی در موردش میدونه چرا داره اتفاق میفته آره در مورد صحبت شده کم آبیه ده. یا نه به فصل گرما که نزدیک میشیم از طرف برق میره بالا بعد نیروگاه ها به هر دلیل نمیکشن ولی خب الان مثلا دارید بیت کوین ماین میکنید نمیکشه نیروگاه ها سالم نیست افیشنت نیست نمیکشه این یه مسئله مدیریتیه دیگه اگه مدیریت درست باشه این اتفاق نمیفته بعد اون بحثی که تیم کشتی و حضوری انجام آره <متسفق> به خاطر این... به خاطر کرونا داشتن آنلاین انجام میشد و خب این فرغا رفت <تصف> و سیستمی هم نبود که به هر حال برق اضطراری باشه و چیز شد با یه سریشون امید اول قهرمانی بودن پسر <تصف> من باخت <تصف> بعد حالا دقیقا وقتی که ما این خبر رو خوندیم محتاب گفت که حالا مثلا بیمارا چی میشن اینا بعد من خیلی صرف گفتم بیمارستان همه برق استراری دارن جنراتور دارن, نه, دارن؟ بعد نه شروع شد اخبارای بیمارستان ها اومدن که مثلا یه سری بیمارستان ها رسما ندارن اون پروتکل ها رو ندارن یا حداقل تست نشده سیستماشون اکسیژن رسانی بعد بیمارای کرونایی که دستگاه اکسیژن ساز داشتن تو خونه که به برق چیز بوده اصلا اتفاقات بد دیگه آره کلکسیون اینشالله که کلکسیونی از همه خوبی هم. بتونیم جالب های بهتری بگیم اپیزودهای های بعد بعد میگه یه کاری بکنید بشه هفت ست چی میگو تعامل راه تعامل نگیم. راه گفتگو رو نبردیم آره امیدوارم که بهتر بشه دیگه مرسی از همه کسایی که توی این هفته با ما بودن مرسی که یوتیوب رو میرید لایک میکنید سابسکرایب سابس کامنت سابس برام میذارید کامنت های معنادار بذارید کارون کامنت های معنادار دوست داره نسبت بره. مرتبط به اپیزود آفرین اینو برمیگردید آره این چیزی که ایمان داره میگه اینه که من جدیدا به طرز عجیب غریبی حس میکنم مدل کامنت هایی که میاد عوض شده خب حالا من نگرانی خودم میگم چرا اینا حس میکنم کامنت حالا اونجا محیط آزاد هر کسی میتونه هر حرفی بزنه نمیدونم میتونه کامنت راجع شوخی که ما میکنیم بذاره راجع مثلا لباسی که ما میپوشه اینا هیچ اشکالی نداره بخشیش که من رو نگران کرده چند وقته اینه که قدیم من حس میکردم کامنت هایی که میومد خیلی وقت راجع موضوع اپیزود بود خب اه. یعنی حرفی که ما اونجا زدیم حالا کامنت دیگه هم بود الان من اون کامنت ها رو پیدا نمیکنم حالا نگرانیم از اینه که شاید موضوعات ما دیگه جذاب نیست آدما به خود موضوع توجه نمیکنن یا اون کسایی که قدیم به موضوع توجه میکردن و کامنت میدادن دیگه ما رو دنبال نمیکنن شاید میکنن کامنت نمیذارن یا شاید همچنان میکنن به هر دلیلی کامنت نمیذارن خب دلیلش چیه این نگرانی اصلی من از اینه که نکنه مسیر ما دی ریل شده از اون ریلی که باید روش میبوده همین بزن <applause> مرسی که ما رو دنبال کنید توی تمام فضای مجازی ما اسمو خودکسته توی توییتر، فیسبوک، یوتیوب، اینستاگرام، همه جا دیگه و اگر که میخواین با ارتباط مستقیم داشته باشید ما پروفایل داریم توی تلگرام برام خودکست تاکس که میتونید اونجا برای ما پیام های صوتی تصویری و هایتون رو بفرستید ما میریم و که هفته دیگه با دو تا موضوع جدید برمیگردیم فعلا خدافظ خدافظ خدافظ